سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاند در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردم لذت برده باشین این 61مین ویدیویی هست که برای شما تهیه میکنم و اگه میخواین از ما حمایت بکنید میتونید از لینک زرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در زیر همین ویدیو در پست مربوط به همین ویدیو در آپارات و یوتیوب اشتراک میذارم استفاده کنید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید و همونطور که میدونید همه ویدیو ما در یوتیوب و آپارات به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی شما میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاک چین مطلع بشین صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرس اون رو میتونید از وبسایتمون ثروتیار پیداش کنید توی این ویدیو میخوام در خصوص 10 تا ثروتمند بیت کوینی صحبت کنم 10 تا ثروتمندی که تو حوزه کریپتوکارنسی وضعیت بهتری دارای بیشتری نسبت به بقیه دارن میخوام یه نگاهی به اینا بکنیم و یکی دو تا نتیجه گیری کنیم و شما رو با این ثروتمندان بیشتر آشنا کنم اگه به این موضوع علاقمند هستین ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید قبل از هر چیزی اگه تا الان عضو کانال ما در یوتیوب نشدین همین الان روی این لوگو کلیک کنید سابسکرایب شین و دکمه زنگوله رو فشار بدین تا از آخرین اخبار اطلاعاتی که من به اشتراک میذارم زودتر از بقیه مطلع بشین داستان سلب مسئولیت که بارها بارها تکرار شده فقط این جنبه آموزشی داره این ویدیو و در خصوص متدولوژی محاسبه ثروت این آدم ها بر اساس خود اظهاری و میزان حالا کیف پولی که مرتبط با این ثروتمندان هست چون میدونید تو بلاک چین دیگه شما میتونید کیف پول همه این ثروتمندان رو رصد بکنید خب تعدادی هستن که خیلی مشهورن که شما الان میبینید در ادامه این ویدیو یا تعدادی هم هستن که اصلا معلوم نیست این کیفی پول برای کیه و هیچ ردیابی نمیتونید ازش انجام بدین من یه ویدیو قبلا ساخته بودم در خصوص همین موضوع این بالا براتون کارد میکنم کیفی پول ثروتمندان حوزه بیت کوین یه دونه هم مربوط به اتریومه که اینو برید توی کانال پیداش کنید ازش استفاده کنید منبع این گزارشی که براتون تهیه کردم مجله فوربیس هست آدرس لینک مربوط به همین مقاله ای که به صورت اسلاید برای شما تهیه شده اینجا گذاشتم میتونید ویدیو رو پاس کنید آدرس کامل بنویسید و بعدا خودتون بهش مراجعه کنید چون تعداد این ثروتمندان خیلی بیشتره من اون چند تای اول رو انتخاب کردم کریس لارسن ارزش خالص داراییش 8 میلیارده و کوفاندر که معادل فارسیش هم بنیان گذار میشه روی ریپل بوده و خب 57 ساله است و همونطور که میبینید ارزش داراییاش به این صورت هست و توی حوزه مبادلات بین المللی اومده همونطور که میدونید ریپل قرار یه کاری مثل سویفت انجام بده دیگه میدونید سویفت چیه دیگه شما مثلا یه پولی رو بخواین از یه بانک ایرانی بزنید بره مثلا توی بانک توی ایتالیا باید یه مسیری رو طی کنه که این دوتا بانک بتونن مطابقه پروتکلی با هم صحبت بکنن خب این یه چیز حدود 5 تا 7 روز کاری زمان میبره این مسیر اما داستان ریپل اینه که شما همین الان که این تراکنش انجام بدین همین الان تراکنش تایید شده داد در مقصد پول واریز میشه و اینکه قابل بهره برداریش یه سری بانک ها هم به این شبکه وصل شدن که دارن ازش استفاده میکنن الان ریپل سومی سو چهارمی هی داره جابجا جا, جا میشه رتبه مارکت کپ بازار کریپتوکارنسی رو داره بریم جلو جو، جوزف لوبین ارزش خالص داره 5 میلیارد هم بنیانگذار اتریوم هست ارز دوم این بازار و اینکه اهل تورنتو هست و گلدمن ساکس کار میکرده یکی از مدیران سابق اونجا هست گلدمن ساکس هم میدونید که توی حوزه مالی بسیار بسیار فعال هست و تعداد زیادی کارمند در سطح دنیا داره ایشون یکی از این ثروتمندان هست که حدود 5 میلیارد دلار ثروت این آدم ارزیابی میشه و خب همونطور که مشاهده میکنید مشاور شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت هم هست این دانشی که ایشون داره و هر حال دانش با ارزشی و میتونه تو هر آی سی که شرکت کنه یه قسمت عمده سهم بگیره بریم بعدی چانگ پنگ ژاو خب این آدم رو شاید تصویرش خیلی دیدین بایننس رو شاید اسمش رو خیلی شنیده باشین مدیر عامل بایننس و حدود دو میلیارد دلار سرمایهشه و ارزش داراییاش ارزش خالص داراییاش هست در کمتر از هفت ماه بزرگترین ارز دیجیتال در حوزه صرافی صرافی با... بایننس که به نام همون کوین بایننس شناخته میشه رو راه اندازی کرد و حدود 6 میلیون نفرم از این ارز دارن الان استفاده میکنن سیستمش هم برده تو سه تا کشور قرار داده هم با این دلیل که حالا کمتر مورد حمله سایبری و هکر و اینا قرار بگیره و خب یه قول معروف یه استراتژی برای امنیت بیشتر خدمتون هر شود معامله با این صرافی یه ویدیویی داریم در خصوص انتخاب بهترین صرافی ها حتما اون رو پیدا کنید ببینید بهترین قیمت ها هم به همین صورت این بهترین صرافی رو این بالا براتون کاردش میکنم که بعدا بتونید ازش استفاده کنید کامرون و تایلر وین کلوز این دوقلوهای افسانه ای به قول معروف 900 میلیون دلار ارزش داراییاشون هست و اینا کسایی بودن که جز اون اولین کسایی بودن که اومدن تو حوزه بیت کوین وارد شدن و یه صرافی هم راه انداختن توی نیویورک و خب تراکنش روزانه‌شون رو هم عدد قابل توجهی هست و همیشه هم با هم می‌بینیشون با همین شکل و شمایل این دوقلوهای افسانه ای رو متیو ملون ارزش خالص داریش حدود مثلا یه میلیارد دلاره و یک سرمایه بسیار بسیار بزرگی رو تونسته در سیستم بانکی برای خودش جمع بکنه این ایشون علا رقم اینکه که دوروریاش و دوست و آشناها و احتمالا مشاوران سرمایه گذاری بهش میگفتن که نرو سمت این بازاره ای ارزهای دیجیتال یا ارز رمز ارزها صحیحش رمز ارزها هست ولی خب رفته و میبینید که سود خوبی هم نصیبش شده و جالبه بدونید که جز اون اولین نفرهایی بوده که توی ریپل سرمایه گذاری کرده ریپل رو براتون توضیح دادم این تاکید موکد من دلیل نیست که این ریپل بخرید و بحثم اینه که کاربرد ریپل تو حوزه بانکی گسترده است و هزینه های بانکی انتقال یک تراکنش از مقدب به مقصد در دو سره دنیا رو به حداقل و سرعت کار رو و جریان انتقال پول رو سرید کرده براین آرمسترانگ حدود 900 میلیون دلار ارزش داراییاشه و مدیر کوین بیس کوین بیس هم که میشناسین و توی حوزه مرکز عصبی بیشتری میزان خرید فروش ارز دیجیتال برای خودش توی امریکا راه اندازی کرده متیو روزاک ارزش خالص داره شده یه میلیارده و خالق پول تالی بوده و بنیانگذار بلاک همونطور که براتون گفتم این یه سری این آدم ها آدمای خوشانسی بودن و همون روز اولی که بیت کوین اومده تو بازار پریدن و تونستن ازش استفاده بکنن و این ارزا بخرن دقت داشته باشید که اگر این سوال براتون پیش میاد که حالا چه من میتونم حالا بیت کوین از دستم در رفت بقیه چجوریه شما میتونید یه سری آی سی شرکت کنید تو اون آی او ها البته دقت داشته باشین آی سیو داریم اس داریم آی او داریم خیلی این متنوع هست یه مجموعه ویدیو کامل به زبان فارسی براتون کردم این بالا کارت میکنم حتما سر حوصله برید ببینید چون بعضا آروایی بسیار بسیار جذابی داره و میتونید ازش بهره خوبی ببرید مخصوصا تو آیوا و استیوا آنتونین دی لوریو ارزش خالص داره 750 میلیون دلار بنیانگذار اتریوم و خالق کیف پول جکس و خب این ایشون سرمایه قابل توجهی رو, رو روی حوزه کریپتوکارنسی گذاشته و به عنوان اولین آد... اولین نفرهای اولین نفراتی هستش که تو حوزه کریپتوکارنسی وارد شده و تونسته منابع مالی خوبی رو برای خودش ایجاد بکنه براک پیرس ارزش خالص داری 700 میلیون دلار و مدیر مؤسسه بیت کوین و مشاور بلاک وان هست خب یه سابقه ای داره تو حوزه سینما و اینکه جز اولین نفراتی بوده که ارزهای دیجیتال مثل مستر کوین و کوین بیس و اتریوم سرمایه گذاری کرده و به عنوان یک میلیارد یه سرمایه گذار میلیاردی برای حوزه زنجیره بلوک شناخته میشه و خب دقت کردیم که تا الان هر کسی که من اسم بردم و این میلیاردرها به یا میلیونرهایی که حالا در این آخر این جدول میبینی اکثرا کسایی بودن که اولین بار وارد یه همچین حوزه شدن خب آدما همونطور که قبلا تو ویدیوهای قبلی براتون توضیح دادم به سه دسته عمده تقسیم میشن یه سری آدما هستن که سری میخوان برن یه چیز جدید تست بکنن یه سری آدما وای ببینن اون تستی که اون کرده جواب میده یا نه یه سری هم به هیچ عنوان حاضر نیستن بیان برن سمت یه موضوع جدید یه تجربه خوبی بوده و میبینید که نتیجه که داده یه همچین اتفاقی بوده ارزش خالزی و آخرین نفری که تو این لیست میخواستم در روش باتون صحبت کنم مایک نو گراتسه ارزش خالصه دارایش 700 میلیون دلار و مدیرعامل عامل گلکسی دیجیتال و یه میلیارد معروف مؤسسه هیج که خب همونطور که میدونید این آدم قبلا توی حوزه کریپتوکارنسی خب خیلی فعال بوده و در حال حاضر تو حوزه هوافضا فعالیت میکنه یه منابع خوبی رو تونست از این ارزهای دیجیتال در بیاره و اینکه دو سال بعدش هم اون گروه سرمایه‌گذاری فورترس رو ترک کرد رفت سراغ پروژه هوافضا احتمالا اونجا منابع مالی قشنگتری حالا وجود داره و جذابتریه که این آدم جذب این حوزه شده امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم و من تونسته باشم هدفم رو در خصوص معرفی این ده تا ثروتمند این بازار به سمر نشونده باشم و شما دقت کرده باشین که تازه واردان به هر بازاری میتونه مسیر رو به نفع خودش تغییر بده و الان نوبت شماست شمایی که میخواین وارد این حوزه کریپتوکارنسی شین اگر میخواین بیت کوین معامله کنید یا اصلا هر کدوم از این ارزها رو شما یه محدودیت هایی دارین در هر جای دنیا اگر زندگی کنید فرقی نمیکنه هر کشوری یه قوانین روی این کریپتوکارنسی گذاشته خب اون قوانین رو باید رعایت بکنید در این حال که یک سری ابزار ها هم برای معامله گری شما فراهم شده من یه سری مجموعه ویدیویی در حوزه خرید آسان بیت کوین تهیه کردم این بالا براتون کاردش میکنم و پیشنهاد میکنم حالا نمیدونم این یوتیوب اجازه اینو میده که من این بالا کارد بکنم یا نه الا اگر هم نشد شما برین داخل کانال تو قسمت پلیلیست اینو پیدا کنید حتما اونو ببینید امیدوارم که بتونه به شما در راستای آموزش معامله گری کمک بکنم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین که اگر بردین ازتون خواهش میکنم برای حمایت از ما و اینکه ما رو دلگرم کنید به ادامه تولید محتوا در حوزه کریپتوکارنسی این ویدیو رو در سایر های اجتماعی به اشتراک بذارید برای دوستاتون ارسال بکنید ما رو به دوستاتون معرفی کنید با لایک و کامنتی که برای ما میذارید ما رو دلگرم میکنید سوالاتتون رو بنویسین زیر این پست پست مربوط به همین ویدیو به همه سوالاتتون پاسخ میدم و اگه به حوزه کریپتوکارنسی علاقمند هستین حتما 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 عضو به کانال ماشین سابسکرایب کنید دکمه زنگوله رو فشار بدین تا از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی مطلع بشین دو تا ویدیو مرتبط با این حوزه هم در انتها براتون به اشتراک میذارم امیدوارم که مسمر سمر واقع بشه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار